درود مجدد بر شما و پس از خبر خوش آمدید. تلاش های زلمه خلیلزاد برای آزادسازی استادان دانشگاه آمریکایی افغانستان در این دور سفرش به افغانستان است. حکومت افغانستان تایید می کند که فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان این موضوع را با رهبران حکومت وحدت ملی در جریان گذاشته. ریاست اجرایی می گوید که چون این بحثی میان آقای عبدالله و خلیلزاد مطرح نشده، اما برای پیشبرد مذاکرات صلح و ایجاد فضای اعتماد نیاز به آزادسازی زندانیان است. قبل از بحث بیشتر روی این مهم که چقدر منطقی است یا چقدر معقول است که در جریان جنگ طرفین آزاد بسازند، زندانیانی را که حالا به خون یا به قیمت خون صدها و هزاران نیروی امنیتی تمام شده. باز میگردیم. تصمیم تازه خلیلزاد خبر خوبی برای مردم و حکومت افغانستان نیست. سیاسیون هم راضی به نظر نمی‌رسند. طبق گزارش های نشر شده، بخش اعظم سفر این دوره آقای خلیلزاد رهایی استادان دانشگاه آمریکایی افغانستان است. این پروفسوران در سال 2016 از کابل و از سوی شبکه حقانی را بوده شدند. برخی منابع دولت افغانستان میگویند خلیلزاد این بحث را در دیدار با رئیس جمهور و رئیس اجرایی در میان گذاشته. سپیدار تایید نمی کند. رهایی اسیرا یکی از اقدام ها میتونه باشه و طبعاً در مذاکراتی که آغاز شود که تا هنوز آغاز نشده، اگر مطرح شود هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان با دولت افغانستان به عنوان یک اقدام در امو مرحله در این مورد تصمیم خواهد گرفت. منابع با آریانا نیز میگویند این گروگان ها در نزد شبکه حقانی اسیر است و در بدل رهایی وی انس حقانی برادر سراج الدین حقانی فرد شماره دو این گروه حافظ رشید از فرماندهان برجسته شبکه حقانی را خواستند. سخنگوی رئیس جمهور هم در حساب تویترش رهایی انس حقانی را خط سرخ حکومت توضیح کرده است. شما چطور میتونید در حالت جنگ که دوام داره و ادامه داره شما بازخواست بندی های خود بکنین یا عکس ازوره؟ در جنگ امکان نداره. اول باید صلح بیاید که بازی کارهای دیگه صورت گرفته بتونه. به خاطر اعتماد سازی بین امریکا و طالبا اگر تبادله اسرا میشه در قوانین افغانستان گپ خوب است که اعتماد سازی شوه و اسرا تبادله شوه. هرچند امیدواری ها از بهره سرگیری گفتگوهای صلح به این زودی ها می رفت، اما دیده می شود که تاکنون گام عملی برداشتن نشده است. هر حرکت انفرادی و هر جهتی که به صورت شخصی و تکمحورانه می خواهد که مالکیت گفتگوهای صلح بگیره، این نمی تواند که ما را به صلح نزدیک بکنه. به تازگی حکومت افغانستان اعلام کرده که رئیس جمهور غنی یک طرح 7 ماده‌ای برای دستیابی به صلح را آماده کرده است. طرحی که شریک قدرتش میگوید یک جانبه و شخصی است. در این برنامه پس از خبر آقای مسعود ترشتوال سخنگوی شورای حراست و ثبات اینجا با ما هستند. بسیار خوش آمدید جناب مسعود. ممنون از شفاوریتان. بیاین بحث را از اینجا آغاز کنیم که همزمان با سفر آقای خلیلزاد به پاکستان طرح صلح حکومت افغانستان هم اعلام شد. بعدن روی موارد دیگر هم خواهیم پرداخت. اما فکر میکنین که این طرح چقدر جامی و بجا هست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما همکاران تکنیکیتان و بینندگان محترم این برنامه. بدون تردید حکومت مرجع رسمی و در حال حاضر مرجع قانونی افغانستان است و میتونه که در مسئله گفتگوها و مذاکرات صلح نقش بسیار بارز و برجسته ای را به صورت رسمی داشته باشه. اما از اون جایی که صلح و همانطوری که جنگ آسیب و پیامدهای مخربش متعلق به همه مردمی افغانستان بوده، طعم شیرین صلح هم انشاءالله که همه مردمی افغانستان او را ازش استفاده کنن. به همین دلیل صلح یک فرایند همگیر است، یک عملیه بسیار کلان است که تمامی جهت ها باید دخیل باشه.
همانطوری که پالیسی سازان و حکومتگران، سیاستگران مکلفیت دارند تا فرصت آوردن صلح را مساعد بکنند و نیروهای دفاعی، امنیتی و کشفی افغانستان، اطلاعاتی افغانستان مکلفیت دارند تا حفظ بکنند دستاوردهای صلح را، آحاد مردم هم مسئولیت استقرار صلح دارند. بنابراین در این عملیه هیچ کس نمیتونه که بیرون باشه یا به اصطلاح از مسئولیت شانه خالی کنه. به همین دلیل صلح شاید تنها مفهومی باشه یا عملیه باشه که همه جهت‌های حکومت کننده و حکومت شونده باید مساعی لازم را به خرج بدن، دست به دست هم بدن تا اینکه ما پایان جنگ را در افغانستان شاهد باشیم و آوردن صلح پایدار این طرح چی؟ عرض می کنم. بنابراین در اینجا هم که حکومت یک طرح مطرح کرده، در جای خودش میتونه مورد استقبال و مورد حمایت باشه. اما بهتر هم میشد، بهتر به این معنا که وقتی که طرح صلح مطرح میشه، احزاب سیاسی، جریان‌های سیاسی، شخصیت‌هایی که دارن به صلح کار میکنن و نسل نوی افغانستان که پس از به خصوص در 20 سال اخیر که فعلا این نسل محافظ واقعی دستاوردهای موجود افغانستان خود میدانه، قربانیان حوادث اخیر که یک بحث بسیار جدی است که خواستار تأمین عدالت هستند در مورد آنچه که به اینها صورت گرفته و همینطور خانم ها، علما، اساتید پوهنتون ها و دانشگاه ها و نهادهای علمی، یعنی همه و همه باید در مسئله صلح دست به دست هم بودیم. بنابراین ضرورت بود تا یک طرحی که محصول فکر همه جهت ها می بود و این مطرح می شد، این طرح نیست، این حمایت همه را می داشت. تا جایی که مده یک به اصطلاح عضویت یکی از جهت های سیاسی افغانستانه که شورای حراست و ثبات افغانستان می باشه، اونجا هستم، ما کدام طرحی را که از طرف حکومت آمده باشه یا کدام مجلسی بوده باشه که پیرامونی مسئله سر صحبت شده باشه یا حداقل در یک دیدگاه‌هایی از اینا در اونجا بوده باشه، حداقل در این جهتش ما شاهد نبودیم. ولی ممکن است، نمیدونم، به صورت انفرادی، حالا این دعوارم ندارم که چون ما خبر ندارم، ولی همین که بزرگای شورای حراست و ثبات هم از زبانشون چیزی نشنیدیم، معلوم میشه که یکی از جهت‌ها که همینا باشن حتما در بحثی نوشتن این طرح یا علنی ساختنش فکر میکنم نقش نداشتن. آنچه را که در گزارش هم داشتیم از زبان شما، اینجا تکروی و تکمهوری پس حاکم است؟ منظوری ما در این کلیپی هم که شما داشتین، منظوری ما از تکمهوری بحث حکومت افغانستان نیست. در اینجا بحث ما همه جهت هاست، یعنی که ما برای آوردن صلح به یک اجماع نظر ضرورت داریم، به یک وحدت نظر ضرورت داریم. ای به این معنی است که اگر ما همی کار بکنیم که میخواییم که در گفتگوهای صلح پیش قدم باشیم، یک جهت دیگه هم اگر بخواه، یک آدرس دیگه هم بخواه، ای زیاد به نفع نمیتونه باشه، ما را به صلح کمک نمیکنه. اجازه بدین که من اینجا قدر روشنتر عرض بکنم. باور ما بر این است که کثرت آدرس ها و تعدد آدرس ها برای گفتگو و مذاکره به جای اینکه ما را به صلح نزدیک بکنه یا به جای اینکه یک پیام داشته باشه برای تقویت پایه های اقتدار ملی افغانستان، برداشت ما است که تعدد و کثرت آدرس ها طرف مقابل بیشتر تقویت میکنه و موقف جمهوری اسلامی افغانستان، موقف دولت نه حکومت، موقف افغانستان یا به تعبیری کلانتر، من فکر میکنم تضعیف میکنه. به همین دلیل اجازه من دو نکته عرض بکنم. به همین دلیل ما یک پیشنهاد بسیار مشخص داشتیم. یک، ترکیب هیئت یک هیئت بسیار کلان، فراگیر و افغانستان شمول باشه که جهت ها را عرض کردم و محتوا یا آجندایی هم که طرحی که بیرون میاد، این طرح طرحی باشه که وقتی که در دور میز مذاکره از آدرس افغانستان شرکت میکنن، ما وحدت نظر را در همین در اونجا داشته حالا باشه. همین طرحی که شریک ساخته شده، فکر میکنین چقدر همه شمول بوده با انتقادایی که شما داشتین که احزاب، جریان های سیاسی و طرفین در کل، طرف های مختلف در این طرح شامل نیستن، پس ایره شما چی مینامین؟ ببینین، ما از یک جهت صحبت میکنم، حالا حداقل در این بحث خو معلوم است به شما که ما در حکومت افغانستان کدام ماموریت ندارم. ما از این آدرسی که صحبت کرده رایستم، بحث می است که چی حکومت باشه،
چی یک حزب باشه، چی یک چهره باشه، بر اساس همین تر، چون من پرسیدم در مورد تر، حالا همین تر واقعا تکروی را نشان نمیده؟ من فکر میکنم که صحبت ما کدام ابهام نداره که بسیار به اصطلاح جدال بکنیم. بحث ما است که حکومت افغانستان مرجع رسمی و قانونی است. در حال حاضر هنوز انتخابات هم پایان پیدا نکرده، مرجع رسمی و قانونی حکومت افغانستان است. در مسئله صلح بحث ما بحث دولت جمهوری اسلامی افغانستان است. وقتی که شما دولت جمهوری اسلامی افغانستان میگین، کشور به نام افغانستان مطرح است، در اونجا سرزمینی مطرح است، در اونجا به هر حال ملتی مطرح است. در او صورت ضرورت به ایست که مسئله صلح چون بر میگرده به همه آحاد شهروندان، ما در اینجا ضرورت داریم که اجماع داشته باشیم. اجماع به میان نمیآید چی؟ من میگم، عرض میکنم، تنها در اینجا هم ضعف حکومت نیست که اجماع به وجود نمیآید. حتی ما سر اگر اپوزیسیونی هم در این کشور وجود داشته باشه، ما همین صدا را برای اپوزیسیون هم داریم، برای همین جریانی هم که خودمان عضویت چه داریم، برای همین جریان هم صدای ما همیست و برای همه همیست که تنها موضوعی که ملت افغانستان واحد میکنه، یک جا میکنه و ما وحدت نظر سرش میتونیم داشته باشیم، اون مسئله صلح است. صلح نباید مسئله اپوزیسیون مطرح باشه، در صلح نباید مسئله حکومت باشه. در صلح مفهومی که با صلح در هم تنیده است مفهوم عدالت است. اگر ما به دنبال گمشده به نام عدالت هستیم، اگر ما به دنبال صلح هستیم، ما فکر میکنیم که از قربانیان مصدومین و مجروحان به اصلاح فکری و روحی روانی جنگ های اخیر افغانستان و همینطور جهت های سیاسی افغانستان، زن افغانستان، مرد افغانستان، جوان افغانستان، استاد پیر و جوان افغانستان در مسئله صلح باید شریک باشند. به همین دلیل ما دو تا پیشنهاد بسیار روشن داشتیم. پیشنهاد اولی ما این بود که ما در مسئله صلح اجماع داریم، اما این اجماع در ظاهر باید این اجماع در ظاهر قضیه است. من که از یک جهت سیاسی میام صحبت میکنم، میگم صلح نیاز است، حکومت هم به دنبال صلح است، تلاشهایش قابل استقبال است، مورد حمایت است تلاشهای حکومت برای آوردن صلح. هیات های بیرونی هم که برای صلح کار میکنن، بازیگران منطقه ای هم که کار میکنن، ما میگیم که آرمانی نگاه میکنیم. یک گام اگر ما برای صلح هم برداریم، ما در این خیر میبینیم، چون صراحت نص صریح قرآن کریم است که اگر صلح خیر. اما اگر قوی برداشته شود چی؟ و صلح خیر. ما باورمون به این است که در صلح نقد دارین بر چگونگی کار کرد که تکروی میشه. در صلح خیر است. وقتی که خیر است، چی بهتر است که ما برای خیر یک بحث مشورت کلان ملی را داشته باشیم. من یک مثالی بسیار ساده میارم، پاسخ مباحث شما روشن میشه. حیات میره به یکی از کنفرانس ها، ممکن است که چند ماه پیش در کنفرانس یک از نشست هایی که مربوط به صلح افغانستان است، در دور میز مذاکره هیئت افغانستان چند صدا بلند میشه، چند صدایی دیده میشه در موضع گیری هایشان، چند صدایی دیده میشه. باور ما بر این است که تنها موضوعی که ملت افغانستان تک صدا باشه مسئله صلح است. بنابراین خواهش ما از حکومت افغانستان و از همه جهت های سیاسی دلسوز و دخیل در مسائل افغانستان است که بر محور صلح جمع شویم. برای ما صلح از انتخابات کلانتر است، همونطور که بسیار واضح گفتیم که برای ما افغانستان از کاندیداها کلانتر است. بنابراین ما برای افغانستان پرسشی که مطرح میشه، پس بر اساس این ناهماهنگی و بی‌ثباتی که در مبحث صلح وجود داره، فکر میکنین این مدیریت این مهم را کی به دست بگیره؟ برداشت ما این است، برداشت ما میده به عنوان حالا این قسمت چه به عنوان یک محصل حوزه حقوق میگم، برداشت ما این است که ابتکار این مسئله را باید حکومت به دست بگیره. به این معنا که اگر هر جهتی هم که در افغانستان در مسئله صلح کار میکنه، این مورد استقبال باشه، مورد حمایت باشه، طرحها نظریاتشان استفاده شود، در ترکیب هیئتی که از افغانستان میره صرف هم از حکومت نباشه، تمام جهت های به اصطلاح بیرون از حکومت هم باشه. بیرون از حکومت بودن به معنای بیرون از افغانستان بودن نیست. تمامی حکومت های دنیا تمام شهروندان در بدنه و در ساختار منظورتون از این حرف چیست؟ حالا این چنین تعبیری وجود داره؟ ببینین، ما در تمام کشورها که شما نگاه بکنین، حکومت ها تمام سرمایه های بشری و نیروهای انسانی که در کشور زندگی میکنن جذب ساختارهای حکومتی نیستن.
چهره‌هایی هستند که در بیرون از حکومت فعال هستند، نهادهای تحقیقاتی هستند، فعالین حوزه صلح هستند، فعالین حوزه به اصطلاح مدنی هستند و حتی متقاعدین هستند که بسیار دیدگاه دارند، حرف دارند برای گفتن و اینا در حقیقت تئوریسین‌های عقبه‌های تقویتی نظام هاشان هستند. برداشت ما است که از تمامی ظرفیت‌های بومی افغانستان برای رسیدن به یک طرح بسیار جامع، به یک نقشه بسیار اساسی و راهبردی برای صلح استفاده کنیم. نکته بعدی هم که اشاره می کنیم این است که خود قطعنامه لویه جرگه مشورتی صلح می تواند که یک نقشه راه کلان را تصویر کرده باشه. ما حکومت افغانستان میگه به اساس همین ما پیش میریم. ما از این به بعد به نقشه عملیاتی ضرورت داریم. چگونه تطبیقش بکنیم، در کجا تطبیقش بکنیم، با چی آجندایی؟ ما فکر میکنیم این نیاز به یک مشورت این مورد را با این پرسش داره. اگر پاسخ نداشته باشم، واقعا گام عملی در مبحث صلح برداشته شده؟ بله، ما چالش اساسی را که پیش روی گفتگوهای صلح میبینم دیدگاه چهره ها و شخصیت ها و حکومت نیست. بسیار صریح میخوام عرض بکنم که هیچ سیاستگری را و هیچ فردی را در حکومت افغانستان یا بیرون از حکومت این اتهام برش وارد نمیکنیم که مخالف صلح هست. حداقل کسی که در یک کشور زندگی میکنه، تبعی افغانستان، شهروند افغانستان است، بسیار منطقی و عقلانی به نظر نمیرسه که ما بگیم که کسی مخالف صلح هست. اما چالش اساسی که وجود داره است که ابتکار گفتگو و مذاکرات از دستمان خارج شده به این معنا که ما چند صدایی نداشته باشیم. ما یک ترافیک هیئت داریم، پس حالا یک تورم هیئت داریم. این پندیدگی هیئت و این تورم و این تعبیر پیشترم این ترافیک هیئت و هر روز در مسابقه باشیم که ما میریم میشینیم، در اینجا میشینیم، در اونجا میشینیم. ما فکر میکنیم که این تقویت موقف حریف است، بسیار تریبیون دادن است. مدیریت این رکیب است. برداشت ما این است که به صورت رسمی حکومت افغانستان این مسئله را مدیریت بکنه و ما تحت عنوان حالا کی داره؟ و ما تحت عنوان دولت جمهوری اسلامی افغانستان با یک طرح واحد بریم به گفتگوها بشیم. واضح میخوایم جواب را داشته باشیم. مدیریت این را پس کی داره در حال حاضر؟ ببینید در حال حاضر من فکر میکنم که نکته‌ای ندارم که یعنی که پس او به وضاحت جا داشته باشه. حالا من میخوام بگم که اینجاست. شما خبر دارین، مطلع هستین که طرف‌های زیادی وجود داره که صدا بلند میکنه که ما میخواهیم که در گفتگوها و در مذاکرات شرکت بکنیم. ما میگیم بسیار خوب است، این حرفی نیک است. اگر یک چهره است، اگر یک جمع است، اگر یک سازمان است، اگر یک نهاد است، اگر یک مجموعه است. آقای کرزی چندی قبل اینجورین اظهاراتی داشتن. رئیس جمهور قبلی افغانستان است، یک شخصیت کلان افغانستان است، حق داره که در مسئله صلح برای کشورش گپ بزنه. اما ما میخواهیم که بگیم که حزبی هم که میخواد که یه حرف صدا بلند کنه و مورد استقبال است، دیدگاه حکومت افغانستان هم مورد استقبال است. گپی ما در کجاست؟ ما با یک طرح واحد بریم به گفتگوها. وقتی که ما چند صدایی و کثرت آدرس ها و تعدد آدرس ها را داشته باشیم، ما فکر میکنم که ما را به صلح نمیرسانه. این تقویت موضع ملت افغانستان نمیتونه باشه. به همین دلیل ما باید تمامی منفذهایی که حتی بازیگران منطقه‌ای وارد میشن به صورت انفرادی با به اصطلاح جهت‌های مختلف میبینن، امیر ما به خیر نمیداریم. اگر قرار باشه که بازیگران منطقه برای صلح افغانستان کار میکنن، اگر قرار باشه که ایالات متحده آمریکا و متحدین اروپایی و غربیشان برای صلح افغانستان کار میکنن، همسایه‌های ما برای صلح افغانستان کار میکنن، ما به نظرم ما به یک طرح جامع ملی در داخل ضرورت داریم. یک طرحی که حاوی تعهدات منطقوی باشه در منطقه ضرورت داریم و همینطور یک سند، یک منشور بسیار راهبردی که ضمانت اجرایی بسیار بالا باشه که در سطح جهانی ضرورت داریم. که ما جایی همین سه منشور حداقل تا به همین لحظه‌ای که برای گفتگوهای صلح هم میرسیم جایی این سه منشور ثبات نمیاد. حراست و ثبات چرا نمی به این مهم نمی پردازه و در کنار حکومت افغانستان نمی ایست؟ آلی اگر ما بگیم با چون نقدی هم خود داشتین به نهاد خود. آلی اگر ما بگیم با شاید تصویری بیننده ها یا جناب شمایی باشه که هر که در میزی به اصطلاح در تریبیونای رسانه ها که میشینه از خود میگه، ما از ابتدای شکل گیری شورای حراست و ثبات یک دیدگاه را مطرح کردیم. فلسفه وجودی شورای حراست و ثبات
سیانت از سلامت و بقای افغانستان است. برای ما وحدت ملی افغانستان، وحدت جغرافیایی افغانستان، برای ما اولویت کارمان و فلسفه شکلگیری همی جریان سیاسی بوده. و امروز هم به عنوان یک جهت بزرگ سیاسی بحثمان همین است که ما دو گپ داشته باشیم. یک، هیئتی که می رود به گفتگوها، به مذاکرات می رود. این هیئت یک هیئت افغانستان شمول باشه، یک هیئت در برگیرنده باشه. دو، با آجندایی داشته باشه که این آجندا به داخل افغانستان توحید شوه و در بیرون باستاب پیدا بکنه. گام عملیتون همین بوده؟ ما مطرح کردیم با حکومت که ما از جواب چی ما از چند صدایی باید اجتناب بکنیم. جواب چی بوده براتون؟ ببینین، خب مطرح کردیم، عرض کردیم که امروز نشست خبری داشتیم. نه، میخوایم اینجا حداقل واضح‌تر و کوتاه‌تر داشته باشیم، مثلا چون فرصتم تمام هست در حد 1.5 دقیقه. ما فکر می‌کنیم کلان‌ترین کاری که شورای حراست و ثبات کرده برای صلح، حداقل این بتونه اقناع بکنه، همین است که چرا که همگی ندیده کانفرنس مطلب لویه جرگه، لویه جرگه مشورتی صلح افغانستان فضیلت ماب جناب استاد سیاف مدیریت کردند، ریاست کردند و یک نقشه راه هم مطرح کردند. ما فکر میکنم که دو انشاءالله که سلامت افغانستان باشه، ولی برای اینکه چگونه اجرایی بکنیم به یک نقشه عملیاتی ضرورت داریم و این نقشه هم باید با تمام جهات ها شریک شود. یعنی برای شما پاسخ دادن نشده؟ از کجا؟ در مورد گامی که برداشتین، مشوره دادین؟ ما فکر میکنم هنوز فرصت گفتگوهای بین الافغانی آغاز نشده. هنوز این بحث های ما زمانی است که ما در دوری میزی مذاکره به عنوان اتباع افغانستان بشینیم. اما ما نیاز داریم که حداقل اساسش را بگذاریم. از همینجا یک چیزی برای گفتن داشته باشیم. شما اگر کنفرانس دو هرم ببینین، یک طرف افغانستان نبوده. ما بحث های ما زمان قوت میگیره و این صحبت هایی را که ما داریم زمان جنبه عملیاتش بیشتر مصداق پیدا میکنه که ما به گفتگوهای بین الافغانی بریم. همیاریم باور ما به این است که رای حل موضوع افغانستان و جنجال های امنیتی افغانستان است که ما بیشترین بحث و بیشترین صحبت ها را در گفتگوهای بین الافغانی داشته باشیم. فقط 40 ثانیه وقت داریم. فکر میکنین پرونده صلح افغانستان به کجا می انجامه؟ برداشت ما است که و آرزوی ما است، حالا بالاتر از برداشت، آرزوی ما است که به هر حال ما به استقبال صلح بریم که یک نتیجه داشته باشه که پایان قطعی جنگ و ایرانگر در افغانستان. واقعا جنگ به صورت قطعی پایان خواهد یافت؟ عرض کردم که صلحی که ما را به پایان قطعی جنگ نرسانه و آغاز جنگی دیگه است، نه صلح. بسیار تشکر جناب مسعود رشتوال، سخنگوی شورای حراست و ثبات. ممنون از حضورتان. پس از وقفه کوتاه با انتخابات 98 باز می‌گردیم. تا درود دیگر.